نگاه کن نگاه کن چی کار داره میکنه بابا، گردنتو داغون کردی. بیا ببینم بیا ببینم. سلام به همه بینندگان توی خونه، توی پارک، توی دانشگاه، سر قرار، سر بار، سر کار، این بر اون بر. سلام به همه. امروز میخوام در مورد گردن صحبت کنم و چند تا از راه‌های پیشگیری و درمان توی مراحل اولیه آسیب رو بهتون بگم. با من باشید. طرف داره بدترین کار رو انجام میده، بعد تو همون حالت میاد میگه که آخ 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 نمیدونم چرا گردنم درد میکنه. نمیدونی چرا گردنت درد میکنه؟ بیا اینجا من بهت بگم. بیا بیا. گردن ما 7 مهره داره که بین هر کدوم از این مهره ها یه دونه دیسک وجود داره. قبلا براتون توضیح داده بودم که دیسک ها چی هستن، ولی الان دوباره سریع میگم. دیسک ها صفحات بالشتکی هستن که بین مهره ها قرار دارن و حکم ضربگیر رو دارن و مثل کمک فنر عمل میکنن. دیسک ها، مهره ها و مایچه های گردن وزن سر ما رو تحمل میکنن و در حالت عادی نیروی جاذبه زمین، وزن سر، تعادل سر، فشاری هستش که به دیسک ها، مهره ها، مایچه های گردن میاد. حالا وقتی شما کارهای عجیب غریب میکنید و عادتهای ناصحیح پیدا میکنید، مشکل پیش میاد و یه جای کار میلنگه. کجا؟ الان بهتون میگم. بدترین و شایع‌ترین عادت بد میدونید چیه؟ گوشی. اصلا اسم گوشی رو میشه گذاشت قاتل دیسک گردن. یعنی شما هر جایی که میری مردم یه گوشی دستشونه دارن این شکلی کار میکنن. حالا میخوام صحنه جرم و قتل این قاتل رو براتون بازسازی کنم و بگم که چه بلایی سر دیسک گردنتون میاره. خب این چیه؟ جای ویتامین سی، یه دونه سی. برای چی اینا رو آوردم؟ این شبیه گردن ماست و این حکم سر ما رو داره. تو حالت عادی وقتی ما تکون میخوریم این برون بر میریم، هیچ اتفاقی نمیفته، همه چی عادیه. تا یه جایی وقتی سرمون رو خم میکنیم بازم همه چی عادیه، ولی وقتی بیش از اندازه سرمون رو خم میکنیم، همچین بلایی سر گردن، مهره هاش، دیسک هاش و نخای ما میاد. نخا داره کشیده میشه، اعصاب داره کشیده میشن. در واقع شما دارید کاری رو از گردنتون میخواید که وظیفش نیست و فشار بیش از اندازه بهش میاره. همین میشه باعث بروز آسیب، دردها، بی‌حسی‌ها، خواب رفتگی‌ها، گس‌گس کردن‌ها و تمام این مشکلات به خاطر وجود این حالته. همونجور که تو این تصویر می‌بینید، یکی از عادت‌های بد دیگه بدخوابیدنه. چه برای تلویزیون دیدن، چه برای بازی کردن، چه برای چرت زدن، چه برای کار با گوشی و حتی توی خواب شب. الان می‌خوام چند تا روش بهتون بگم برای مقابله با این عادت بد. این حالت رو ببینید، وقتی شما گردنتون رو این شکلی قرار میدید، دارید اونو بیش از اندازه برخلاف قوس طبیعی خودش خم میکنید و فشار به شدت زیادی روی تمام اجزای گردن دارید وارد میکنید. حتی رو مهره های اولیه پشتیتون هم داره فشار وارد میکنه. اوه اوه اوه، شما وقتی این شکلی لم میدید، دارید تمام اجزا رو از لگن تا گردن درگیر میکنید و همه چی رو دارید برخلاف اون قوس طبیعی که دارن پیچ و تاب میدید، خم میکنید و فشار خیلی زیادی دارید روی بدنتون وارد میکنید. این حالت هم مدلیه که خیلی ها در طول روز یا شب این شکلی میخوابن. وقتی که شما میخوابید و به خواب عمیق فرو میرید، ماهیچه‌هاتون از حالت انقباض در میان و اون خاصیت نگهدارندگی که در طول روز داشتن و مهره ها رو نگه میداشتن رو دیگه ندارن. برای همین وقتی شما این شکلی میخوابید، پشت گردنتون یا زیر گردنتون یک فضای خالی وجود داره، بدون اینکه خودتون متوجه بشید، مهره هاتون دارن از حالت طبیعی، اون قوس طبیعی که دارن، خارج میشن. بنابراین بهشون فشار میاد و این فشار رو شما در طول روز بعد از یک مدتی که هی این روند تکرار میشه حس میکنیدش. حالا بعد از این همه که توضیح دادم، میخوام چند تا از راه‌های پیشگیری از آسیب‌های گردن و مقابله با این عادت‌های بد رو بهتون بگم. با من باشید. مثل کاری که من دارم انجام میدم، یک حوله رو بگیرید و رول کنید و این حوله رول شده رو بذارید داخل بالشتون، جایی که گردنتون روی بالش قرار میگیره. این حوله رو نباید جوری رول کنید که خیلی کلفت بشه و گردنتون رو اذیت کنه و نباید جوری هم رول کنید که خیلی نازک بشه و زیر گردنتون حس نشه. دقیقاً جوری که من رول کردم رول کنید و توی بالش بذارید. حالا وقتی سرتون رو روی بالش میذارید، چه به بغل بخوابید چه روی کمر بخوابید، اون فضای خالی که زیر گردنتون بوده رو اون حوله پر میکنه و بدن شما با گردن و سر شما در یک راستا قرار میگیرن و دیگه نمیذاره گردن شما در هنگام خواب
آویزون بمونه و از قوس طبیعی خودش خارج بشه. تمرینی که الان دارم اجرا میکنم یک تمرین کششی قدرتیه و بسیار برای خونسا کردن فشارهایی که در طول روز به گردن میاریم مفیده و باعث تقویت عضلات گردن میشه. حتما این تمرین رو به ترتیبی که من دارم انجام میدم انجامش بدید. همونجور که تو شکل میبینید، اول روی شکم دراز بکشید و گردنتون رو از لبه تخت آویزون کنید. این مرحله کشش هستش. بعد گردنتون رو بعد چند ثانیه بالا بیارید و هم سطح بدنتون نگه دارید که مرحله قدرت هستش. به ترتیبی که من دارم انجام میدم برای دو سمت چپ و راست هم این تمرین رو انجام میدیم. اول گردن رو از لبه تخت آویزون نگه میداریم، بعد از چند ثانیه گردن رو بالا میاریم و هم سطح بدن نگهش میداریم. آخرین مرحله و مهمترین مرحله، مرحله هستش که روی کمر دراز میکشیم. برای اینکه کمرتون درد نگیره حداقل یک زانو رو خم کنید و گردنتون رو از لبه تخت آویزون کنید. توی این مرحله شما دارید برخلاف تمام کارهایی که در طول روز انجام میدید و گردنتون رو به جلو خم میکنید، توی این مرحله دارید گردنتون رو به عقب خم میکنید و اون فشارها رو خونسا میکنید. بعد از چند ثانیه گردنتون رو بالا میارید، هم سطح بدن نگه میدارید و باعث تقویت عضلات گردنتون میشید. یه تکنیک فوق العاده ام که بهش دابل چین میگفتیم توی پست‌های قبلی بهتون آموزش داده بودم، حتما برید اون پست رو نگاه کنید. خیلی عادت‌های بعد دیگه وجود داره که سعی میکنیم توی قسمت‌های بعدی در موردشون صحبت کنیم. ویدیو بعدی رو از دست ندید، میخوام خیلی دقیق تر در مورد فتح دیسک باهاتون صحبت کنم. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. یادتون نره پیج رو فالو کنید، برام کامنت بذارید. دوستتون دارم خیلی زیاد. بای.